سلام مخصوص بر بینندگان محترم، امیدوارم هفته گذشته به خوشی و خوبی گذشته باشه و هفته آینده شما بهتر از هفته قبل. همیشه ما میگیم بیایید با هم دنیای بهتری بسازیم. تشریف بیارید در ضیافت گفتگوی خود. هر هفته ما ساعت 4 خدمتتون میرسیم، 1 ساعت به ما فرصت میدید که خدمتتون باشیم. در این 1 ساعت صحبت های مختلف، درد دل های مختلف، تلفن هایی که می فرمایید ما با کمال میل قبول می کنیم و وظیفه ما فقط این هستش که بیاییم این جلو رو آب و جارو کنیم و جارو بکنیم و آب بپاچیم، در مغازه رو وا بکنیم. 1 ساعت هم بیشتر فرصت نیست. اینه که هر وقت زنگ می زنید سعی بکنید صحبت هاتون مناسب در خور خودتون باشه. به من شما به هیچ وجه نمیتونید توهین بکنید، هر حرفی هم بزنید بالاخره به خودتون زدید. این هستش که احترام همه خودمون رو نگه داریم و با محبتی که بین ملت ها باید برقرار بشه با هم دیگه صحبت بکنیم، درد دل هامون رو به هم بگیم و بتونیم راه حل هایی پیدا کنیم، یا اقلا هم هیچ راه حلی پیدا نمی کنیم، درد دلمون رو گفته باشیم که خود این یه مقدار فشار از سر ما بر میداره و ما رو یه ذره آسوده تر یا آرام تر میکنه. هفته گذشته با تیراندازی های مختلفی در سراسر امریکا بوده، یه دانشگاه بوده، نم یک محل کار بود و یه نفر یه جای دیگه، خلاصه بزن بزن هست. و خب دیگه چه انتظار دارید از یک مملکتی که تمام بودجه سالانش هر چقدر باشه 1/4، 1/2 رو مصرف اسلحه و ابزار کشتار جمعی داره میکنه. خب مردم اینجا هم بالاخره از این پولهایی که از این طریق به دست میاد ممکنه چیزی بخورن، رو میزشون باشه، رو سفرهشون باشه. شماها که در اون منطقه به دنیا اومدید، در اون منطقه زندگی کردید، تشریف آوردید اینجا، حالا تو این منطقه زندگی میکنید و بچه هاتون اینجا دارن به دنیا میان، نوه هاتون اینجا دارن به دنیا میان، همیشه ما میگفتیم که یک لقمه حلال رو میزتون بذارید. همیشه هم میگفتن این شخص از روی سفره حلال بلند شده. اینا همش حرف نبوده، اینا همش چیزهایی بوده که توش کلی 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 علائمی هست، کلی درسهایی هستش که انسان باید یاد بگیره و بتونه از این جهت خانواده خودش رو یک مقدار از آسیب هایی که امکان داره، از کارهایی که نباید بشه انجام بده، از آسیب های اونها نگه داره خودش رو
چطور امکان داره که یکی بلند شه بره یه جایی و یه تفنگ دستش بگیره یا هفتیر دستش بگیره و بره و بزنه و بکوبه همه رو تو هم دیگه بریزه، بعدم ببینن که این یه مقدار مثلا حالش خوش نبوده، حال نداشته یا احوالش زیاد خوب نبوده که این کارا رو کرده، بازم باز دوباره برمیگرده به کل اجتماع، در اجتماعی که بی بندوباری آداب و رسوم این حرفا دیگه اصلا معنی نداره. شما از در وارد میشید خونه خودتون، خب بزرگتر خانواده بالاخره شخصی که وارد خونه خودتون میشید، بچه ها یا کوچیکترا فلان این حرفا، همه هر کس به فکر خودش نشسته، یه جایی یکی سرش توی کامپیوترش، یکی سرش توی فیسبوکش هست، یکی نفس سرش توی از این تبلت هست و رم تلفن هست و از این حرفا، همه مشغول یه کارایی هستن که نمیشه اون آداب رسومی رو که ما بهش عادت داشتیم اینجا بتونن اجرا بکنن. بعد یواش یواش اونم عادت میشه، برای خود انسانهای معمولی هم این عادت هستن میشه که میخوام من اصلا برای چی این رفتار اینطور هستم، چه انتظاری باید داشته باشم از در وارد میشم کسی به من سلام بده؟ یا شما خب بر حسب رسم و رسوم وقتی ما وارد یک محل میشیم همیشه سلام میکنیم و بر اونایی که اونجا هستن واجبه که جواب سلام ما رو بدن. شما از در وارد میشید میگی سلام، باز خبری، سلام، باز خبری، باز خبری. و خوب یادم میاد توی یکی از این فیلم های خیلی قدیمی یک نفر بود به نام لوسی، I love Lucy اسمش بود، یه آقایی بود به نام دزی آرنز از کوبا آمده بود و این شخص اومده بود در هالیوود و یه برنامه فلان این حرفا درست کرده، خلاصه این هر دفعه می اومد خونه در رو با می کرد می گفت هانی آم هوم. ما حتی اونم یاد نگرفتیم که بیایم بگیم هانی آم هوم، که اون هانی هم اقلا یه جواب بده یا بچه ها بریزن دور پدرشون رو حلقه بکنن و دست و پاشو بمالن و بیارن خونه و یه لیوان آب خورک رو دستش بدن، یا زمستون هست یک دور چای داغ یا قهوه بهش بدن. به هر حال اگر چیزی رو که داریم ازش نگهداری نکنیم، نگهبانی نکنیم، به بقیه هم یاد ندید چطور مصرف کنن و نگهداری کنن، نگهبانی کنن، چنان سریع از دست میره، سرتون سوت میکشه. یکی نگاه میکنی آی داده بیدار، ما هفته های گذشتم چند حرف رو اینجا گفتیم، چند لغت رو مصرف کردیم که در این ور دنیا اصلا مفهوم نداره. آبرو، حیثیت، نجابت، غیرت، مروت، حیا، جوانمردی، اینا هیچ کدومش چیز نداره، بی بند و باری تا دلتون بخواد. پس بنابراین اجتماعی که در سرازیری داره میره و هر روزی هم که میبینید یک بچه کوچیکی که یک بچه دم 16-17 ساله که تازه بلد شده هفتیر دستش بگیره را میفته میاد یه در لطو پار میکنه میکشه، بعد معلوم میشه که نم اینطور بوده اونطور بوده، یا اون یکی اومده گفته چون من دیدم جلو چشمم بقیه پسرها با دخترها رفت و آمد میکنن و کسی به من محل نمیذاشت، پس ما مارن شما رو کشتن. خب اجتماع واقعا مریضه. و بعضی هم که خب میدونید اینجا دیگه اونهایی هم که ادعا میکنن که ما از زن خوشمون نمیاد، از مرد خوشمون میاد، زن هم میگه ما از مرد خوشم نمیاد، از زن خوشم، یعنی کاملا این کلاف از دست اینا در رفته و همه دولت، همه مجلس اینجا، همه اجتماع و حتی بعضی از این مراکز دینیشون هم حتی میگن خیلی خوب ما باید اینا رو بهشون محبت بکنیم، ما باید به اینا راهنمایی کنیم، نه فلان کنیم، بهمان کنیم. غافل از این که هیچ یک از این روش ها مرهمی بر دوای زخم اون جامعه ای که از خودشو مثل خوره داره میخوره و از بین میبره هیچ مرهمی نخواهد بود، مگر اینکه به عقلشون برسه که این سرطانی که این اجتماع رو داره اینطور از بین میبره و میخوره رو یه جوری علاجش بکنن. و توی یکی از این جلساتی هم که این هفته هست، فکر میکنم فردا یا پس فردا هست، یه جایی به نام دیفنس آف دموکراسی، اینها یه عده زاینیست شیطان پرست هستن که اینها
جز بدی و جز اضمحلال ملت‌های دیگه چیز دیگری در نظر ندارن و راجع به انرژی اتمی ایران میخوان صحبت کنن. یه نفرم از ایران آوردن که ایشون همجنس باز هست و ما نمیدونیم این لغت همجنس باز یعنی چی. خب اون اوائل مفعول به اینا میگفتن، یه چیزهای دیگه به اینا میگفتن که واقعا اون اثر کلمه رو رو اینا داشت و اینا با کمال بی‌حیایی میان و حتی اونهایی هم که دشمن بشریت هستن بیشتر به اینا گسترش میدن، بیشتر به اینا راه میدن. شما جرأت دارید در یکی از این جلسات بلند شو هرچی بزن بگید چنان تک تو بدنتون بندازن که حد نداره. ولی خب اگر کسی در یک همچین مرحله‌ای هست، در یک همچین جلساتی هست، حرفی نزنه به خودش خیانت کرده، به اون ملت خودش خیانت کرده، به اون آب و خاکی که توش به دنیا اومده خیانت کرده، به اون جایی که توش داره زندگی میکنه خیانت کرده. پس بنابراین شما بدونید اگر یه چیز رو میبینید که درست نیست و حرفی نمیزنید، شما همونقدر گناهکار هستید که اون کسی که این کارا رو داره انجام میده. و اینو من خواستم در اول بگم که بدونید که چه خبر داره میشه در امریکا و چه چیزهایی هست. و دوست عزیز از مرکز کنترل اتاق کنترل به ما اطلاع دادن که اونهایی که دارن راجع به انرژی اتمی صلح‌آمیز ایران دارن مذاکره میکنن و دارن میرن و میان، بهشون دستور اکید داده شده که حتما به یه نتیجه برسید. یعنی ما یه هفته دو هفته بیشتر نداریم تا انتهای جون هست، مثل که تو این انتهای همین ماه هستش که باید با یه نتیجه برگردن و ما امیدواریم که بتونن ملت ایران با آگاهی کامل، با حاضر بودن در صحنه، با گرفتن آتیش زیر پای رئیس جمهور و بقیه این افرادی که دارن صحبت میکنن، اینا رو بیدار میگردارن که نکنه یک موقعی چرتی بزنن و در این حالت چرت همون بلایی رو که آقای وارن کریستوفر به سر ملت و مردم ایران آورد وقتی که هاستیج‌ها آزاد شدن و اون قرارداد خیلی خیلی نامتناسب رو امضا کرد ایران، ما هاستیج‌ها رو ول میکنیم. اونا هم گفتن بله شما هم هاستیج‌ها رو ول بکنید و ما پولهای شما رو همه رو بهتون پس میدیم. همون پس دادنه که تا امروز یک شاهیش هم پس ندادن و این پول 35 ساله 100 میلیارد دلار بوده، حالا سر 35 سال ببینید چقدر شده، چند تریلیون دلار شده. اینا رو پس ندادن، هیچی ازش استفاده کردن، آخرش هم میخوان بگن که چیزی دیگری نیست. اینو ما بارها گفتیم که آقای وارن کریستوفر به هیئت ایرانی گفته بودی آقای برام بهبهانی کسی بود اونجا مثل که صحبت میکرده، به ایشون گفته که بله ما همه پولهای شما رو آزاد میکنیم غیر از 500 میلیون دلار. و ایشون این آقای طرف ایرانی گفتن که چرا همشو آزاد نمیکنید. ایشون آقای وارن کریستوفر طرف امریکایی گفته که برای اینکه امکان داره اشخاصی باشن که از دولت شما شکایت داشته باشن، بنابراین ما این پول 500 میلیون دلار شما رو اینجا نگه می‌داریم که هر کسی هر شکایتی از شما داره، این پول اگر باخته شد، این قضیه در دادگاه باختی، این پول غرامت اونها رو بده. و اینا هم قبول کردن و امضا کردن، رفتن هاستجا پریدن. اون زمانه قدیم یه چیزی بود بودن که کلاغ پر، گنجش پردن، فلان پر. بله هاستجا قشنگ پرواز کردن، از مرز ایران هم خارج شدن. ایران هم با یه تلگراف خیلی رسمی تقاضا کرد که پولهای ما رو پس بدیم. جواب تلگراف اینطوری اومد که ما حرفی نداریم پولهای شما رو پس بدیم. و منتها خب یه اشکالی هست. ایران جواب داد که اشکال چیه؟ گفتن خب اون قرارداد تفسیری داره، اون 500 میلیون دلار. ایران گفت خب ما 500 میلیون دلار که گذاشتیم اونجا برای مصرف اگر کسی شکایتی داره. طرف آمریکایی جواب داد بله اگر اون 500 میلیون دلار اول تموم شه اون وقت چی؟ ایران هم جواب داد خب اون وقت باز ما یه 500 میلیون دلار دیگه میذاریم اونجا. جوابی که اون روز دادن درس عبرت برای تمام شما اولیای امور ایران باید باشه. اون موقع گفتن ما به شما اعتماد نداریم که 500 میلیون دلار دیگه تو این حساب بگذارید اگر کسی از شما شکایت داشت.
این درسی بود که باید ما یاد می‌گرفتیم 35 سال پیش و درسی بودش که حضرت امام خوب 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 به ما سعی کردن بگن که شیطان بزرگ، اسم شیطان بزرگ از اون واقع در اومد که میایید تبسم میکنید و التماس میکنید و یه قرارداد مینویسید بعدم میزنید زیرش، که نه اینطوری نبوده اونطوری بوده. و ما امیدواریم که این عجله و این بحبوهی که دارن به ایجاد میارن که یه هفته بیشتر نیستم، دو هفته بیشتر نیست، خب بیشتر نیست که نباشه، ما در دو هفته که نباید آینده این مملکت خودمون رو فدای این کسی که به هیچ وجه خیر مملکت ما رو تو دل نداره، مملکتی که جز بدبختی و بیچارگی برای اون ملت اون طرف تا حالا به بار نیاورده و هر روزم که داره پیش میره. همین آقای اوباما بود که جنگ رو به آسمان ها برد، جنگ رو برد به دست هواپیماهایی که بدون سرنشین میرن، حتی اگر یکی اونو تونست بزنه بندازه $1,000,000 خسارت میبرن، یعنی حتی حاضر نبودن مردانه به جنگن و اینطوری دارن این کارا رو میکنن. ما به هیچ کس بدهکار نیستیم، ما به هیچ کس مدیون نیستیم، ایران به هیچ وجه حق کسی رو نخورده، ایران به هیچ وجه به کسی ظلمی نکرده که ما در مقابل اینها تون بهشون پس بخوایم بدیم نمچی چیز رو امضا بکنیم. 25 سال پیش حضرت امام خمینی فوت کردن، 25 سال شد از رحلت ایشون. در این 25 سال اون شور و هیجان، اون حس و روح انقلابی جمهوری اسلامی ایران تا حالا حفظ شده، ولی به تدریج از اون شور و هوا و حالتها یواش یواش داره پایین میاد و تا جایی که مثلا چند هفته پیش یه چیزای اتفاق افتاد که یکی از اولیای امور گفتن که بله ما با شلاق نمیتونیم مردممون رو به بهش بفرستیم و یکی از اولیای امور هم اونجا برگشتن گفتن بله و ما نبایدم راهنمایی کنیم به درهای جهنم جوانهای خودمونو. بدونید ای ملت، بدونید ای هموطنهای عزیز، چه در داخل هستی چه در خارج هستی، هر گلی بزنید به سر خود زدید، هر گلی بزنید در هر جایی هم هستید فرق نمی کنه. به شما احترام میذارم، به مجردی که دیدن شما یه شخصی هستی که یک ایمانی داری، یه چیزی پایداری میکنی، وایسادی، به احترام میگذارن. اینو ما بارها دیدیم، اینها از پوش اوور خوششون نمیار، به کسی که میخوان بی احترام میکنن میگن این پوش اووره. پوش اوور یعنی کسی که جلوش باید این حالش میدیم میفته مثل موش مرده، میفته از روش رد میشن میرن. پس بنابراین به خودتون احترام بگذارید، به ملت خود احترام بگذارید، به سرزمین خودتون احترام بگذارید، به افرادی که در زندگی شما مؤثر بودن، پدرتون بودن، مادرتون بودن، فامیلتون بودن. شما بدونید اونهایی که از ایران اومدن اینجا، اون نسل اول در دامن محبت خانوادگی بزرگ شدن، مثل بچه های ما نیستن اینجا، نمیدونن خالش کیه، نمیدونه دایش کیه، نمیدونه چیچیش کیه. سالی باری یه نفر میاد میگم he's my cousin، حالا بهش باید شر بدیم، پسر عموته، پسر داییته، پسر خالته، دختر خالته، کازن، همه اینو کازن میشه. حتی توی اسم فامیل هم معلوم میشه چه خبره که وقتی میگن کازن یعنی کدومش. پس بنابراین حفظ کنید ماهیت خودتون رو، حفظ کنید اون چیزی رو که دارید، حفظ کنید اون ارزش هایی رو که سالهای 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 سال به دست آوردید. مملکت ما یه مملکت 400 ساله نیستش که با کشتن سرخپوستا و با گاوچرون ها و این حرفا به وجود بیاد. ملت ما قدمت داره 7000 سال، 15000 سال. مردم ما قدمت تمدن دارن. تمدن به لباس همینطوری نیست، تمدن به اون کسیه که وقتی میبینه یکی داره میاد چه احترامی به اون باید بگذاره، چطور باید بهش محبت باید بکنه. تمدن همینطوری علکی که نیست، تمدن در حیا هست، در آبرو هست، در حیثیت هست. یکی ممکنه بگه من با این طور چیز نمیخوام برم بیرون، من حیثیت دارم، آبرو میریزه. حالا بیایید این لغت ها رو برای این وریا بخواید مثلا یک دنیا میگفتن
برابر یا بخواید اینها رو ترجمه بکنید، مثلا بگیر آب روم ریخ، میگه my face water fell down. آخه فکر برن شما یه مقدار راه کج رفتید. به هر حال ما امروز صحبت‌های زیادی داریم، همینطوری شروع شد، 24 ساعت از وقت ما گذشت. اگر شما دوست دارید با ما تماس بگیرید، زنگ بزنید، با کمال میل به تلفن شما جواب میدیم و خواهش میکنیم صحبت هاتون رو خلاصه بفرمایید، یک محدوده زمانی برای خودتون قائل بشید که بتونید صحبت هاتون رو بفرمایید، ما به کارهای دیگه مون هم برسیم اینجا. و تا تلفنی نشده، مسئله بعدی این هستش که این هفته سلام عرض کردم، بفرمایید، خواهش میکنم. سلام عرض کردم، بفرمایید. بله، ایشون هم آقاییه که خودش هر روز نشناخته، الحمدلله از صداشون هم معلوم بودش که تحت فشار و تحمل بار هستن ایشون. انشاءالله رحمان، انشاءالله رحمان، این باری که رو دوشتون هست انشاءالله به زودی بذارید پایین، که این صدایی که اینطور از شما در اومد دیگه در نیاد انشاءالله رحمان. الله قوت بهتون بده، صحت بدن و صحت فکر بهتون بده. بله، ما میخواییم حالا راجع به یک مسئله که خیلی خیلی مهمه برای شما صحبت بکنیم. در هفته آینده، این هفته نه هفته بعد، یک جلسه هستش که در اون هفته جلساتی هستش که مملکت های مختلف اون گزارش های سالانه خودشون رو میارن ارائه میدن، مثلا ترکیه میاد، مصر میاد، جاهای دیگه میاد، همه اینا میان این صحبت ها رو میکنن و یه عده‌ای از حالا دارن زمزمه میکنن که راه حل خاورمیانه بزرگ، که اینو همیشه شنیدید The Greater Middle East، خاورمیانه بزرگ به دست سه کشور میتونه انجام بگیره و این سه کشور هستن مصر، ترکیه و ایران. حالا این زمزمه که داره میشه، ما هنوز نفهمیدیم که واقعا قضیه کجاش هست و چطورش هست، ولی خب یه مقدار که بهش عمیق‌تر نگاه میکنید و بیشتر تحقیق میخواهید بکنید، به این نتیجه میرسید که اگر یک همچین خاورمیانه جدیدی با سه کشوری که پرجمعیت ترین این افراد خاورمیانه هستن و غنی ترین کشورها هستن و از لحاظ ذخایر زیرزمینی، از ذخایر مردمی و از ذخایر استراتژیکی، اینها واقعا میتونه یک مثلثی باشه که تمام اون خاورمیانه رو به بهترین بهشت‌های برین تبدیل بکنه، با داشتن دسترسی به ذخایر زیرزمینی نفت، تنگه هرمز، کانال سوئز و اون منطقه از طرف مصر که تمام دنیای عرب به اون وصل هستن، از این طرف ترکیه که تمام دنیای عثمانی بهش وصل هستن، از این ور ایران که تمام دنیای اسلامی بهش وصل هستن. پس بنابراین یک معجونی خواهد شد که اصلا من نمیدونم، حتی من دارم فکر میکنم اینجا احساساتی دارم میشم که اگر یک همچین چیزی باشه، واقعا هر یک از اون افرادی که تو اون منطقه دارن زندگی میکنن از یک زندگی نسبتا خوشی برخوردار خواهند شد و تمام اینها هم جز این نیت بشریت نیستش که هر کس داره دنبال یه چیزی میگرده که صبح تا عصر بره زحمتی بکشه بدون دغدغه و بغبغه بیاد خونهش یک نون لقمه نون بخوره و صبح بره فعالیت بکنه، خانوادهش رو تربیت بکنه، همین خانواده بتونه چرخ اجتماعی مملکت رو به چرخونه و برابر این تمرکز قدرت‌های فکری در این سه کشور، ترکیه، ایران، مصر و تمام این پیشرفت‌هایی که ایران در این چندین سال به دست آورده، همیشه حاضر با کمال میل در اختیار همه بگذاره. حالا اگر این ستا با همدیگه یک همچین اتحادیه رو برقرار کنن، دیگه نه آمریکا، نه روسیه، نه چین، نه هیچ کس دیگه احتیاجی نداره که نگران حال این
منطقه باشن. این منطقه برای خودش خیلی خودکفا هست، این منطقه برای خودش بهترین دانشمندها رو تا حالا به جهان عرضه داده. یه آقایی بوده به نام خارزمی، آقای خارزمی یک دانشمند ایرانی بوده. خب اینا رو ما نمیدونیم، میبرن تو ها نگر میدارن. وقتی کسی توی موزه رفته چیزی رفته میبینه این چیزها رو. این آقای خارزمی یه چیزی صفحه‌ای درست کرده بود که تو هم میچرخه. این صفحه که تو هم میچرخه اولین حسابگرد تمام دنیا بوده که با این چطوری دارم؟ بله بله، استرلاب بوده که میتونسته تمام مصاحبات چیزو انجام بده که حالا بهش میگنم کلکلوس، میگنم کامپیوتر، میگن این، میگن اون. همه اینها رو اون صفحه ها انجام میشده هزار خورده سال پیش. پس خودتون رو دست کم نگیرید، بی خودی هم چیز نکنید، افتخار نکنید که آره ما مال یک مملکت 2500 سال دم اینطور اونطور. حالا فهمیدیم که کوروش کبیر زیاد هم کبیر نبوده، الله اکبر، ساخته شده. خلاصه بدونید که خیلی چیزا هست که ما نمیدونیم و هر روزم که داره میگذره یک چیزی که برطرف میشه، پرده هایی که برطرف میشه. ای داده بیداد، سالهای سال انقدر دروغ به خورد ما دادن، سالهای سال انقدر بدبختی به پول ما انداختن. حالا که داریم میفهمیم چیکار باید بکنیم؟ ها، حالا که میفهمید آروم باشید، اطلاعات خودتون رو به درجات بالاتر برسید. اجازه ندید که بیشتر از این به شما زور بگن، از بیشتر از این شما اجهاف کنید. عصبانی نشید، حالت تعادل خودتون رو حفظ کنید. چرا؟ اونی که سعی کرده هرچی دارید و دزدیده و حالا فهمیدید شما در مقابل اون، اگر شما حالت خودتون رو از دست بدید، همه میگه ببین دیوونه است. همونطوری که گفتن افراد این منطقه تروریستن. به چه حق آقای بوش میتونست همچی حرفی بزنه؟ 19 نفر اگه اومده بودن، اگر 19 نفر بودن که این دوتا هواپیما اونجا زدن، یک شما بردن اینجا، یک شما تو پنسیلوانیا افتاد، اینا 19 نفر بودن، به من و شما چه؟ ما که این کارها رو نکردیم ولی بخیر ما رو گرفتیم. ما که به کسی چیزی نگفتیم. ما چرخو داریم میچرخونیم، کار داریم ایجاد میکنیم، بچه های ما دارن اقتصاد اینجا رو اداره میکنن. برید ببینید در تمام اجتماع ایرانی همه دکتر طب هستن یا دکترای ادب علوم سیاسی، علوم چیزای دیگر دارن، یا مهندس هستن، مهندس های در جای بالا، نه چیزای کوچیک. تمام این دستگاه هایی که یه جا هست به نام نسا که فضا، دستگاهی که به فضا میفرستن و این کار رو میکنن، بعضی از این افراد کلیدیش ایرانی ها هستن، این کار رو دارن انجام میدن. و این واهمه ای که تو دل همه انداختن و اینو بارها هم گفتن دیگه، این چیز جدید نیستش که بله یه لیست میفرستن، میگن شما تعجب میکنی که چرا مثلا همه دکترهای درجه یک یهودی هستن، تعجب میکنید مثلا چرا همه دانشمندای خیلی خیلی درجه بالا یهودی هستن. بعدم زیرش میسن برای اینه که این تو نسلشونه. خب یه دم بیخبر از همه جا میگن نکنه راست میگه، نکنه راست میگه، همینطور هم هست. خب یه آقایی هست به نام زکریا، فرید زکریا، فرید اسم مثلا مثل اسلامی هست، زکریا خب اسم یک پیغمبر اسلامی هستش یا توی تورات و انجیل و اونجا هم این اسم زکریا برده شده، فکر میکنم ارتباطی به حضرت مریم علیه السلام داشته باشه. به هر حال این شخص یه نفر رو باش مصاحبه میکرد دیروز، تو برنامه دیروزشون بوده و به نام جی پی اس 360، جی پی اس 360 یه هم چیزایی. بعد این شخص کتاب نوشته، یه شخص دیگه کتاب نوشته که آقای فرید زکریا باش مصاحبه میکرد و این کتاب روی این هستش که اصل نژاد و نژادپرستی و آیا نژاد
در علم هر کسی اثر میگذاره یا نه، تحقیقاتی کرده بود و چیزهایی گفته بود. البته خب وقتی که اینطوری هست، مثلا میگن اونی که سیاهه چیزی گیرش نمیاد، سرش نمیشه، خب بالاخره به زور یه نفر تا نصف سیاه رو کردن رئیس جمهور که بگه مثلا اون درسته. ولی فیزیک خیلی مهمه این هستش که هر کسی که میاد رئیس بانک فدرال امریکا میشه یهودیه، هر کسی که میاد رئیس بانک نم جهانی میشه یهودیه، هر کسی که میاد مار صندوق بین الملل میشه یهودی. آخه چرا؟ مگه اشخاص دیگه بلد نیستن؟ این شخص میگفت که نه بلد نیستن، اونی که کتاب نوشته بود. و این آقای فرید زکریا خیلی با قیافه قشنگ و خیلی مطمئن گفت آخه چطور امکان داره یه هم چیزی باشه. یکم گفت بله دیگه اینا تو نژادشون هست. بعد این فرید زکریا گفت فکر نمی کنی این یک چیزی باشه که از روز اول این یهودیا به هم یاد دادن؟ اگر یکیشون بلد بوده که چطوری یه صندلی بسازه، این صندلی رو خیلی قشنگ به یک یهودی دیگه یاد داده که چطور بسازن، هیچ وقت یاد نداده کسی دیگه. اینه که بعد یکایی میبینی بله بهترین صندلی ها رو یهودی ها میسازن، این هم تو خونشون، حالی که همچی حرفی نیست. یا اینکه دقیقا موسیقی، این رو بارها ما میجور گفتیم، شما اگر در امریکا بری تحقیق بکنی ببینی چند تا دبستان و دبیرستان و دانشگاه کوچیک و دانشگاه بزرگ هست، تعدادش به مثلا 5 میلیون میرسه، بلکه هم بیشتر. تو این 5 میلیون بدون استثناء تو هر کلاسی یک معلم موسیقی هست. خب حالا حرف ما رو قبول نکنید، برید خودتون تعریف کنید اسامی افرادی که برای موسیقی هستن در دبستان یا دبیرستان، در بیارید بغل هم بذارید ببینید کیا هست. معلم موسیقی میاد تو کلاس، خب تو هر کلاسی هم تو هر محله هم اقلا یکی دوتا یهودی زندگی میکنن، برای خاطر اون دوتا یهودیه که شما کلاس موسیقی دارید، که 10 نفر سیاهی لشکر میشینن اینجا، 2 نفر که مورد نظر هستن که این معلم به اون 2 نفر داره یاد میده، 10 نفر سیاهی لشکر دارن خرجشو میدن. و وقتی هم میرسه به جایی که ریزکاری های موسیقی رو به کسی یاد بدن، اون ریزکاری آخری رو، اون لمش و اون رمزش رو فقط اون 2 نفر میگیرن، نه بقیه کلاس. باید یکم اینطوری میشه، بله 1.2 میلیارد چیز داریم، چینی داریم، از همه اینا یکیشون یویو ماخ در اومده، اونم حالا چطوری در رفته از این میون نمیدونیم که چطوری چیره شده به این کار. ولی تو هر هیئت ارکستر هر شهر بزرگی رو ببینید 95% یهودی هن. همه اون کسایی که رهبر اینا هستن یهودی هن. اسامی بزرگ برید ببینید و پیدا کنید. پس برابری نذارید حرف مفت بهتون بزنن. من هم همینطور، من هم حرفا ممکن کنید بخوشه، خیلی ببخشید اطلاعات ما خیلی کم هست که اینطور حرف میزنید. ولی خب 2500 سال کورتون گذاشتن کوروش کبیر بهتون نگفتن در یک روز استر و مرتخای 75,000 ایرانی خیلی خیلی سطح بالا رو سر بریدن نه که کشته باشن، سر بریدن. این رو بهتون نمیگن. بعدم که بهشون میگین آقا این جشن پوریم چیه، میگن آها پوریم خیلی جشن خوبیه، ما از یک مسئله خیلی بزرگی که ما رو تهدید میکرد رد شدیم، برامون جشن میگیریم. دیگه نمیگن چطوری رد شدن، کجا بودش که این رد شدن. و در دروغ گفتن این قوم به خود خالقشون هم دروغ گفتن، به خود خالقشون هم چیز کردن، اطاعت نکردن. یه شخصی بود سامری، وقتی حضرت موسی میرن بالای کوه که 10 فرمانو بیارن، در این مدت همه یهودی ها هرچی طلا داشتن میرن به سامری، سامری هم بوسلای طلایی درست میکنه از این، و انقدر قدرت و دانش اون زمان رو داشت
که این گوساله هم شروع میکنه حرکت کردن و صحبت کردن. البته خب این سحر بوده و اون زمان هم خب ما میدونیم ساحر زیاد بوده در مصر. پس بنابراین برید دنبال علم، برید دنبال آگاهی، به این سرعت، به این کبیر و به اون صغیر نیید. میتونید زندگی خودتون رو اداره بکنید با موفقیت و با افتخار. کلی کسی رو قبول نکنید، نوکری با کار کرده دیگری دو چیز مختلفه. نوکر از خودش اراده نداره، اربابش هرچی گفت باید انجام بده. کسی که کار داره انجام میده برای کار فرما یک کار باید انجام بشه، از این در برمیدارن میذارن اونجا و حقوق خیلی خوبی هم به شما میدن. نوکر اون هستش که بدون چون و چرا قبول بکنه. نوکری هر کس رو کردید در انتها خفت و خاری براتون میاره و نیستی و جلو چشمون دیدیم. اول نوکری که یه ذره میخواد جون بگیری آخه مبارکه که فعلا در این افتضاح انتخاباتی که در مصر شد یه ذره نفس تازه داره میکشه. انشالله الله سبحانه و تعالی از گناهانش بگذره. بله ما راجع به این یک مسئله خیلی چیز جالبی برای ما فرستادن، نوشته بازی‌های رایانه‌ای ایران وارد بازارهای جهانی شده است. خب یعنی چی؟ سالهای ساله که شما با اون پکمن بود، نمچیچی من بود، از ایشه دود 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 میکردی، یکی میرفت برای یکی میرفت برای یکی میرفت برای یکی میرفت برای. سلام عرض کردم، بفرمایی، خواهش میکنم. سلام عرض کردم، بفرمایی. قطع شد. خیلی ببخشید، من معذرت میخوام که قطع شد. بله شمارتون رو ندارم، اگه داشت زنگ میزدم بهتون. اینجا آنون نوشته بود چون من آنون نمیزدم به کی زنگ بزنم. ببخشید، زنگ بزنید باز انشالله خیر باشه. بله بازی های رایانه ای که از ایران وارد بازار جهانی شده و این اطلاعات از ژنو میاد. معاون فنی شورای عالی اطلاع رسانی در یک نشستی مقدماتی اجلاس جامعه اطلاعاتی 2014 گفت ایران توانسته وارد عرصه تولید محتوا در عرصه فضای مجازی در عرصه بین المللی شود و تاکنون بیش از 6 بازی رایانه‌ای ایرانی به بازار جهانی راه یافته است. خب ما تبریک میگیم به مردم ایران، به ملت ایران، به اون ملتی که به خود ایمان دارند، به اون ملتی که به مملکت خود ایمان دارند، به اون ملت و مملکتی که به هم ایمان دارند و تمام اون سیستم های اداری رو انتخاب میکنن که برای این ملت فداکاری میکنن و این ملت انقدر قدرت دارن که این سیستم هایی که انتخاب شدن اگر کوچکترین قدمی دور از راه صحیح بگذارن در میدان حاضر میشن و بازخواست میکنن و میخوان که براشون اطلاع داده شد که چه شده چه نشده. ما احترام میگذاریم به شما ای هموطن های عزیز. ما امیدواریم همه موفق و خوب و خرم باشید و در ضمن این بازی هایی که ایران داره به بازار دنیا داره معرفی میکنه و در جاهای مختلف دارن ایران میفروشن، حالا ما باید ببینیم کی میرسه این طرف ها که ما بتونیم بخریم و بگیم. ولی در یک جای خیلی خیلی جالب میشه به ابعاد مطرح اخلاقی در این زمینه اشاره کرده است. یعنی چی؟ شده هر کدوم از این بازی ها رو که نشون میدن بق 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 میکنه از اخلاق دوره، خوی اون حیوانی اون کسی که داره با اینا بازی میکنه رو داره تقویت میکنه، نه خوی انسانی شو. حالا بازی های ایرانی مثل این که طوری تر شده مردم رو در طرف بهتری سوق بدن، به طرف بهتری بتونن اینها رو بیارن که بتونن از این اطلاعاتی که تو این بازی هست استفاده بکنن. و اینجا هم اینو نوشته که اجلاس جهانی جامعه اطلاع وی به ابعاد مطرح اخلاقی در زمینه در این زمینه اشاره کرد، گفت
گمنامی در فضای مجازی، حریم خصوصی در فضای مجازی، گردش آزاد اطلاعات، مالکیت معنوی، نقش فناوری اطلاعات در تحکیم نهادهای مدنی، مشارکت عمومی و اقتدار دولت، راهبرد ویژه پژوهش در فضای مجازی، آیین‌نامه‌های اخلاقی لازم برای کودکان و نوجوانان و جوانان در این فضا و بازی‌های کامپیوتری و رایانه‌ای در فضای سایبر از ضرورت‌هایی هستند که باید در سند نهایی جامعه اطلاعاتی مورد توجه قرار گیرد. یعنی چی دارن میگن بابا این بچه‌های ما رو انقدر چیزای علکی به خودشون ندید، این پک من پک پک سر میخورد و چاق میشد یکی میزد در رو میرید، یا یکی که توفنگ‌های نمیشی دارن بر رو میزنندم یکی رو میگیره یکی رو میگیره. سبحان الله. این هم دیگه محترم دوست بیایی خانهتون برسید، سعی کنید تا اونجایی که میتونید با خوشبختاری با محترم با خوشبختی هایی که به شما سعی میکنن مثلا احترام میکنن بدونید که به خودشون دارن میکنن. نصیحت کنید که آخه چرا به خودشون هایی زون بکنید، نکنید به خود زون بکنید، نکنید به و روانی هم دیگر فران وی ضمن برشمردن برخی چالش ها و فرصت هایی که از نظر اخلاقی در فضای مجازی به وجود می آید تأکید کرد باید همه کشورها اقدامات لازم برای حفظ موازین اخلاقی در این عرصه را مورد اهتمام قرار دهند. بله نمیشه که فقط ما یکی باشیم که اخلاقی ایجاد کنیم بعد اون یکی میخوام ما بی اخلاقی میایم تو. خب اینه که اینطوری دارم میگم بابا اجتماع ما به طرفی داره میره که در خودش ممکنه مزمحل بشه. آه لغت مزمحل بودش. هفته پیش چند هفته پیش نمیشه لغتی برای اینکلوژن پیدا کنیم، اکسکلوژن میدونستیم انفجار بیرونی، مزمحل یعنی تو خودش خالی بشه، تو خودش از بین بره. و ما امیدواریم که زودتر مردم به این نتیجه برسن که پیشرفتشون در این دنیا فقط و فقط در پیشرفت معنوی هست و هر کسی به اندازه یه لقمه نون گیرش میاد، یه لیوان آب گیرش میاد، یه جایی بالا سرش هست و انقدر تو این کره زمین وجود داره که این کره کشتی خودکفا فلکل عظیم، در قرآن این لغت فلک عظیم گفته شده، حال حرکت هست که همونطور که حالا دارن پیدا میکنن که بله کره زمین دور خودش میچرخه، در هر سال یه بار دور خورشید میچرخه، خورشید و منظومه شمسی بقیهشون توی کهکشان شیری اونام دور یه جای دیگه دارن میچرخن و چطور دارن حرکت میکنن و به کجا میرن نمیدونیم ولی دارن میرن. هم از این نشو حال این یاد داشتم که قبلا اطلاع دادم که در ژنو رفتن و گفتن که بدون دست خالی برنگردید، این اطلاعاتی که همین به دست ما رسید که همینطور هستش که بله برید و بی برنگردن انشالله رحمان که بتونن مشکلاتی که هستش انشالله حل بکنن و بتونن که به مردم خودشون خدمت کنن. بله زمانهای قدیم یه لغتی بود میگفتن قمپوز، حالا ما قمپوز نمیدونیم معنی چی هست، یعنی اقرار گفتن یا یه چیزی گفتن که ممکنه حقیقت نداشته باشه یا یه حرف دور از اندازه باشه، ولی اینجا نوشتن که گفت و شنود. یکی گفته رسانه ها و مقامات غربی پیروزی بشار اسد را
در انتخابات ریاست جمهوری سوریه نشانه اقتدار جمهوری اسلامی ایران دانستند. یکی گفت تا کور شود هر آن نتواند دید. یک روزنامه آمریکایی هم نوشته است ایران در بحران سوریه با آمریکا و اروپا، عربستان و ترکیه و قطر زورآزمایی کرد و پیروز از این میدان بیرون شد، از این میدان بیرون آمد. یکی دیگه میگه مقامات آمریکایی و اروپایی و برخی از دولت‌های عربی به شدت نگران بازداشت تروریست‌ها از سوریه و اقدامات تروریستی آنها در کشورهای یاد شده هستند. خب آره دیگه، میگفتن خربوزه میخورید نه پای لرزش بشینید، خب یکی رو برسلدی یه جا کار غلط بکنه، حالا برمیگرده میگه پیر مواجه برو بدید، نمیدی اون وقت بیخیر خودت رو میگیره. مسلح هم هست، تربیت شده هم هست و بلده که چیکار بکنه. بله این هم میگه برم گفتم یاد کاشته بودند، حالا که باید طوفان درو کنن. یکی از مقامات عربستان به تروریست‌ها دلداری داده که کشورهای حامیان‌ها هنوز امیدوارند و دست از حمایت اونها نخواهند کشید. و کسی دیگه هم در یارو میگفته کانون خانواده ما همیشه گرم است، چون هر وقت میخواهد سر بشود بابام کولر رو خاموش میکنه. خیلی حرف این آخریه، تا میاد یه جایی یه ذره آروم بشه یکی جایی از پیتینه رو بالا پایین میکشه که باز دوباره را بیفته. آیه تأسفه یک مملکتی که از همه چیز امکانن در جهان شماره یک باشه، هنوزم که هنوزه از خون ریختن مردم عذاب دست میاد. این واقعاً مایه تأسف. چطور امکان داره این مملکتی مثل امریکا که پرچم‌دار آزادی و خودکفایی و همه چیز دنیا باشه، بیاد در تمام مدت 600 تا 700 تا پایگاه نظامی درست بکنه، بیشتر از اون ارتشی که اونجا داره ببره اونجاها مستقر بکنه و سعی بکنه فتنه هایی رو ایجاد بکنه، چون میدونه ترک کنندش خودش هست، اداره کنندش خودش هست، آقایتش خودش هست. یاد یک همچین انقلابی بیفته که در حالا رفتار است. اونهایی که اطلاع ندارید بدونید بعد از اینکه در ایران گروگان ها گرفته شد به علت بی‌اعتنایی و بی‌احترامی دولت امریکا به دولت تازه به چیز رسیده. سلام عرض کردم، بفرمایید، خواهش میکنم. سلام آقای اجلالی، روز بخیر. سلام علیکم، حال شما چطوره؟ مرسی قربان. آقای اجلالی جانم، خب ببینید، بله بله بله، من تا اونجایی که میدونم عراق خودش دیگه مال ایرانه. کجاش مال ایرانه؟ دیگه عراق مال ایرانه. خب ببینید، همین رو میخواستم بگم یه دقیقه پیش که شما خوب شد زنگ زدید. بله بله بله، خیلی خیلی الحمدلله رب العالمین، خیر ان شاء الله. بالاخره الان هنوز هنوزه آلمان داره به یهودی ها خسارت میده، اعلام داره به کویت خسارت میده هنوز. بله بابت اون تجاوز که سرطان بی غیرت کرده کویت. درست. این سال هم جنگ و این همه کشت و کشت های همه خسارت هزار میلیارد دلار داره به کویت آقا رفتن داره میشون حضور تو هزینه این جنگ که برای ما. باریکالله اعلام و رکاره چکاری شاهد بکنم؟ حتما تصفیه حساب خواهد شد و ما داشتیم سعی میکردیم راجع به این دو موضوع عراق و افغانستان یه صحبتی بکنیم که شما زنگ زدید. اگر دوست دارید از تلویزیون گوش کنید، اگر نه باشید روی خط که با هم صحبت کنید. باشه، نه جانم از تلویزیون گوش کنید. مرسی مرسی مرسی.
بله اون زمانی که این گروگان ها گرفته شدن به علت بی احترامی که آمریکا به ایران کرده بود، آمریکایی‌ها با ایرانی‌ها تماس می‌گیرن و میگن که ببینید ما قصد داریم که به عراق حمله بکنیم و عراق هم خب رفته به کویت و رم فلانی حرفا و ما می‌خواهیم که بیاییم اینها رو حسابی گوشمالی بدیم و می‌خواهیم که با کمک شما این کار انجام بشه. و ایرانی‌ها خیلی خیلی ماهرانه گفتن که ما از دور ناظر هستیم و از دور اگر دستمون کاری بر بیاد می‌کنیم، ولی به هیچ وجه وارد جنگ نمی‌شیم. در افغانستان هم همینطور. در افغانستان هم یه شخصی بوده به نام سردار بوده، یه نام کسی بوده پادشاه مسعود، شاه مسعود، یه همچین شخصی بوده که مال شمال غرب افغانستان بوده که خیلی نزدیک خراسان میشه، یک چیز همبستگی با ایرانیان و خراسان و با مرز و بوم قبلی که خب افغانستان که افغانستان نبود، قبلا همش ایران بوده. بعد میخوان که ایران رو از اون طریق وارد جنگ بکنن. ایران هم تا مرزهای افغانستان نیرو مستقر میکنه، چون 21 نفر از نماینده های ایران رو سرشون رو میبرن هم چیکار میکنن و ایران تا مرز میره و اونجا مستقر میشه ولی وارد نمیشه. حالا 35 سال از این وقت گذشته، از اون موقع که عراق به ایران حمله کرد، از اون موقع که 911 اتفاق افتاده، حالا 14 سال 15 سال گذشت، میبینیم که در نهایت برنده اصلی تمام این اتفاقات ایران بوده و با کمال مهارت، با کمال مهارت در یک دایره آتیش ایران تونسته خودشو از سوختن حفظ بکنه. و حالا وقتی که در سوریه انتخابات میشه و تمام این مملکتایی که با ایران و ایرانیان ناراحتی دارن، یا خود آمریکا یا بقیه، به این نتیجه میرسن که این یک پدیده جدیدی هست و اون پدیده جدید هست اسلام. پس بنابراین شما نمیتونید با یک پدیده‌ای که جا گرفته، ریشه گرفته و ریشه‌ش هم به دست جوان‌ها، به دست خون اون شهدا آب یاری شده و این ریشه اینقدر عمیق و قدرتمند شده که به این سادگی ها نمیتونید از بین ببرید. و حالا دارن میگن که خب بلکه ایران و مصر و ترکیه بتونن اون خاورمیانه بزرگی رو که ما همیشه آرزوشو داشتیم که یک مملکت هایی باشن که در صلح و صفا با هم دارن کار میکنن، اقتصادشون قوی هست، خرجی برای ما ندارن و این طور نیست و اون طور نیست، امکانن به نتیجه برسه. و همین صحبت هم که هستش که اینجا صحبت شد که این انتخابات آقای اسد که رئیس جمهور سوریه شدن ایشون، باز دوباره این هستش که نشان دهنده اون هست که قدرت ایران و اون همینطور علکی هم نیست، به یه قدرت ایران نمیدی که مثلا یه ده نفر فرستادن اونجا که بگه ما چیزی پادشاه این تپه هستیم، از این صحبت ها نیست. ریشه ای عمل میکنه ایران، ایران موندن که چطور امکان داره که 3 سال تمام دنیا بازمون، با ما که 7 سال 10 سال جنگید تمام دنیا برنده نشد، اینجا 3 سال تمام دنیا اومدن به جنگیان با اسد و بالاخره نتونستن و لنگ انداختن. و تازه ما دیدیم که امروز آقای بشیر اسد عفو عمومی هم اعلان کردن که مانعی نداره، شما کار غلط کردی اسدتو بذار زمین بیا و بگو ببخشید، ما شما رو میبخشیم، امیدواریم که این درست باشه، ما امیدواریم که حقیقت داشته باشه که یه همچیزی که اینها عهد عمومی اعلان کردن و دیگه تمام دنیا دارن میگن که من اینجا بخونم، شبکه تلویزیون العربیه متعلق به عربستان پس از اعلام نتایج انتخابات ریاست جمهوری سوریه و پیروزی بشار اسد تحلیلی تحصیل کرد که این حادثه تا
پیام ایران بود مبنی بر اینکه این کشور بازیگر کلیدی است حتی وقتی که آمریکا، غرب و کشورهای عربی در منطقه حضور داشته باشد. یعنی به این سادگی ها پوش اوور نیستن، اینا اومدن اینجا حق به حق میگن، از حق دفاع میکنن، الله سبحانه و تعالی ازشون دفاع میکنه و در صحنه حاضر هستن و خواهد شد روزی که این سه مملکت با هم دیگه یک خاورمیانه بزرگتری رو ایجاد خواهند کرد که تمام اون افرادی که در خاورمیانه در فقر و فلاکت و بدبختی دارن زندگی میکنن روزهاشون دیگه به انتها خواهد رسید، روزهای خوشی خواهند داشت. چرا؟ تمام ثروت دنیا دست اینهاست. امام خمینی بارها گفته بودن که ای ملت، ای مردم مسلمان دنیا، بیدار شوید، ممالک شما روی موجهای نفت غوطه بر است. خب حالا هم همینطور داریم میبینیم، بعد از 35 سال، بعد از 25 سال از رحلت امام، بعد از 35 سال از انقلاب ایران داریم نتایجش رو یواش یواش میبینیم. به امید دیدار آینده شما تشکر میکنم که اجازه دادید به من با شما صحبت بکنم. یه تلفن شد، دو تلفن شد، یکیش که ایشون یه مقدار حالشون درست نبود، انشالله خیر باشه، انشالله الله سبحانه و تعالی هدایتشون بکنن. بعد دوست عزیزم که زنگ زدن، جواب ما این هستش که عراق تقریبا دیگه جزوی از ایرانه دیگه، عراقی نیستش که غرامت بده، هرچی هست اقتصاد تمام بصره از بغداد به پایین تو جنوب تا بصره دست ایرانه، برقشو میده، آبشو میده، همه کارشو دارن میکنن، چه غرامتی بگیرن، چه چیزی بگیرن، اقتصاد به این قشنگی رو دارن هدایت میکنن. وقتش هم میرسه، هزار میلیارد دلار میخواد ببینی آقا رفسنجانی چه مقدار از اینو میخواد بگیره خودش. انشالله خیر باشه. سلام به دوستان، تا هفته آینده مرحمت علی زیاد. تشکر میکنم از حضورش. I'm